در دوران قرنطینه به بازی های کامپیوتری معتاد شدم این عادت رو چطور بعد از بین ببرم چجوری میشه افسردگی و بی انگیزگی دوران کرونا رو پشت سر بذاریم و به وضعیت اولیه برگردیم اینا دو نمونه از سوالایی که شما با هشتگ از ما بپرس برامون فرستادید که ما جوابش رو از متخصص برنامه براتون بگیریم من نازنین معتمدی هستم تهیه کننده برنامه 37 درجه و امروز مهمون ما دکتر آرش جوانبخت هستند فوق تخصص روانپزشکی در زمینه استراب و رئیس کلینیک تحقیقاتی استراب ضربه روانی و تنش در دانشگاه ایالتی وین خیلی خوش اومدید آقای دکتر ممنونم زهره برامون نوشته در ایران انگار نه انگار که کرونا هست. همه جا بازه. سر کار غیر از من هیچ کس ماسک نمیذاره و فاصله رو رعایت نمیکنه. همه هم مدام سفر میرن. من از فشار روانی این اتفاق دارم دیوونه میشم. باید چی کار کنم؟ این مسئله ای است که مختص ایران نیست تو جوامع دیگه تو کشورهای دیگه کم و بیش در جاهای دیده میشه که افراد متفاوت برخورد متفاوتی با بحران یا هر چالشی دارن که نیاز به تغییر زیادی تو زندگی داره من و یه واقعیت مهم زندگی اینه که یه چیزایی رو تو زندگی میشه تغییر داد یه چیزا رو نمیشه داد و نظر من در چنین شرایطی تمرکز اصلی باید رو اون چیزایی باشه که میشه تغییر داد که یه بخشش رفتارهای من از چه رفتارهایی میتونه کمک کنه به من که بهترین امنیت بهداشتی رو داشته باشم و دیگران رو هم امن نگه بنابراین تا جایی که شما میتونید پیشگیری لازم رو برای خودتون انجام بدین خب بطنای افرادی رعایت نمیکنن تا حد امکان ازشون فاصله بگیرید ولی یه واقعیت اینه که نگران همیشه ما میگیم نگرانی استرا قصه خوردن درباره چیزی تغییرش نمیده بنابراین پذیرش واقعیتی که یه چیزایی تو زندگی هست که نمیشه تغییر داد از جمله رفتار خیلی از دیگران میتونه کمک کنه به این قضیه نباید گوش زد کرد بهشون یا یادآوری کرد مدام میشه یادآوری کرد خب قطعا میشه به خصوص وقتی که با شواهد اعلام کنید یا ببین این مثال ها بوده از این کشف و از این شرایط از این محله وقتی این کار انجام شد این عوارض رو داشت و از طرفی هم میشه نشون بدین که این میتونه چه خطراتی داشته باشه برای دیگران مثلا ممکنه که ما هر دومونی هر ستامونی هممون تو این محل افراد جوانی هستیم ولی مثلا ممکنه حسن یا زهره یه مادر پیر داره که دیابت هم داره که فلان بیماری دیگر هم داره که ریسکش خیلی بالاست ممکنه من و شما مبتلا حتی بشیم و خودمون متوجه نشیم ولی مادر حسن یا زهره ممکنه جونش رو از دست بده وقتی که تو پرسپکتیوش وقتی که تو اون شرایط با مثال برای دیگران توجه بدیم گاهی کمک میکنه سوال روحام رو بشنویم سوال من راجع به احتیاط به بازی که شخص مثلا شاید ده روز باشه هموم نرفته باشه با این پدیده این که تو زندگیمون به وجود اومده و این مدل اعتیاد تو دو دوره کرونا و قرنطینه و چجوری باید واقعا برخورد بکنیم که کسایی که دوچارش شدن بتونن که این قضیه رو ترک بکنن سوال پیچیده یه و جواب طولانی داره ولی اینکه این میشه یکی از وجوهش ممکن اعتیاد باشه یه وجهش میتونه استراب باشه گایقات پناه بردن به اینترنت پناه بردن به این بازی ها پناه بردن به تلگرام به عبارت یک فرار هست از اون از اون چیزهایی که ما نگران برخورد پاش هستیم میتونه علامت افسردگی باشه وقتی که انرژی کمه وقتی که انگیزه کمه و فرد وقت زیادی رو تو این شرایط میگذرونه برای همه رو نمیشه به یه چوب زد ولی خب خبر خوب اینجاست اینکه شما خب متوجه این هستید که داره میزان زیادی وقت رو این سب میکنید خب اون محله اوله اینکه آدم بپذیره که رفتار غلطی داره رخ میده محله بعد اینه که نگاه کنید ببینید برای خودتون مشخص کنید اندازه بگیرید حتی من دارم انقدر ساعت در روز رو میگذرونم روی این قضیه مثل خیلی رفتارهای دیگه ما خودمون برداشت و تخمین درستی معمولا نداریم فکر کنم دو ساعت دارم در روز وقت میگذرونم نگاه میکنم اینم شد 15 ساعت حتی اپلیکیشن هایی که میشه روی موبایلتون بذارید و ببینید بعد که اون مشخص شد فکر کنم مثلا ده ساعت صحبت کنیم خب من میخوام هر دو روزی هر سه روزی هر هفته اینقدر ساعت از این کم کنم و حتی میشه از دیگران کمک گرفت حالا همسر دوست برادر خواهر پدر مادر فرزند که بیاد که همراه ما باشه تو این قضیه و رو یاداوری کنه و چک کنه با ما که آیا دارن با این پروسه خودم پیش میرم یا یعنی. نه و در کنارش فشاری و پذیرشی که کم کم با فشار بیشتری رفتارهای قبل از این قضیه رو که رفتارهای طبیعی بود به, طرفش برگردیم که حالا میشه بعدا بیشتر دربارش صحبت کرد فریده پرسیده وقتی میخوام برای انجام کارهای روزمره از خونه خارج بشم به خاطر ترس از ابتلا به کرونا و استراب تپش وحشتناکی میگیرم چه کار کنم که خودم رو آروم کنم ما این قضیه هست که در مورد استراب همیشه هرچی بیشتر ما پرهیز کنیم از چیزی که ازش میترسیم اون پریز ترس رو بیشتر میکنه به بارتی هم مهارت های ما برای انجام اون کاری که انجام, انجام میدادیم کمتر شده بنابراین سختتر رفتن بهش مثال ساده رانندگی هرچی کمتر رانندگی کنیم خب سختتر برگشتن بهش بنابراین محل اول قطعا بدونید رفتارهای منطقی این که شما رو میتونه سالم نگه داره. چی هست محل دوم اینه که بدونید چه وقتایی ضروری هست و لازم است که از خونه برید بیرون اگه پرهیز میکنید ذره ذره بب... به صورت مرحله به مرحله همونطور درباره استفاده از موبایل گفتم هر دفعه بیشتر برید بیرون بمونید در اون شرایطی که لازم هست بمونید و, و از, اون فرار نکنید یعنی بهترین درمان برای پرهیز و ترس از یک چیزی مواجه هست مواجهه 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 مواجه. مهم اینه که وقتی شما در اون شرایط هستید استراب میره زیاد میشه و میخواید فرار کنید اگه فرار نکنید و بمونید و استراب به چیز میشه ثابت میشه و بعد میاد پایین و اونجاست که شما به مغز شما میآموزه که این شرایط اونقدری که فکر میکرد ترسناک نیست امیر پرسیده تعطیلی شش ماهه باشگاه های ورزشی و کم های ما و نداشتن معاشرت های اجتماعی با دوستان و فامیل در دراز مدت چه تاثیراتی روی فرد میتونه داشته باشه خب اول اینه که واقعیتی که باید پذیرفت باز دوباره برمیگردم اون قضیه که زره زره باید برگشت یکی اینکه که روتینا رو تا حد ممکن بشه انجام داد حالا من اگه توی محل کار ورزش نمیکردم، خیلی حتی روی اینترنت یا روی ویدیوهای فراوانی میشه پیدا کرد که آموزش ورزش و فعال بودن در منزل هست بدون حالا استفاده از وزنه بدون استفاده از امکاناتی که توی باشگاه هست تا حدی که میتونیم اون شرایط رو بشه ادامه داد تو اون فعالیت های قبلی رو چه حتی اجتماعی میشه رابطه اجتماعی ادامه داد از طریق تلفن از طریق ویدیو چت از از طرق مختلف میشه دا ادامه داد ولی اینکه سوال این که آثار دراز مدت چیه قطعا آثار دراز مدت داره بحران های اینجوری از پژوهش هایی هست از بحران قبلی مثلا زمانی که سارس بود یا افونت های اپیدمیک و پندمیک دیگه اصال روی خلق و افسردگی و حتی افکار خودکشی اینجور چیزها در سالها میتونه ادامه پیدا کنه ولی چیزی که برای ما مهمه اینه که دوباره همه این سالها به هم مربوط میشه تا حدی که میتونم ادامه بدم اگه مثلا دو تا شنا رفتن سه تا دراز نشست بهتر از چیه امیر حسین گفته من 35 سالمه کرونا گرفتم و خوب شدم اما بعدش یک افسردگی عمیقی اومده سراغم و کلا دنیا به شدت برام بی‌معنی شده باید چجوری این افسردگی رو پشت سر بذارم اگه بیماری شدیدی داشتید شما میتونه قطعا اثر رو خلق و اثر روی استراب بذاره الان و نگرانی هایی که باهاش میاد که یه درمانگر میتونه خیلی کمک کنه ولی به صرف اینکه این اطلاع داشتید شانس شما رو برای هیچ چیز خوبی که تو زندگی میتونه رخ بده کم نخواهد کرد بر من اگه حس میکنید که به تنهایی نمیتونید یا با کمک دوستان از پس این قضیه بر بیاد قطعا با یک متخصص صحبت کنید در غیر این صورت همونطور که قبلا گفتم بارها و بارها تو این صحبت ذره ذره قدم به قدم خیلی ممنون دکتر جوان شما هم سوالای خودتون رو با هشتگ از ما بپرس به تلگرام بی بی ات بی بی شما بفرستید